به تازگی سینا ولی‌الله طنزپرداز سیاسی در اینستاگرامش و در واکنش به صحبت‌های مسئولین جمهوری اسلامی در راستای انتخابات ریاست جمهوری حمله‌های عجیبی کرده و حرف‌های تندی رو حواله اونها کرده. توی فضای مجازی به شدت مورد توجه قرار گرفته. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم. قبل از ادامه اگر به ویدیوهای ما علاقه مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. مسعود پزشکیان برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران در سطح جهانی، چهره ناشناخته و رسانه‌های بین‌المللی تلاش می‌کنند تصویر روشن‌تر و کامل‌تری از اون رو برای مخاطبانش ترسیم کنند. ارزیابی پیامدهای خارجی و تغییرات احتمالی در صحنه سیاست داخلی ایران بعد از به قدرت رسیدن این سیاستمدار اصلاح طلب موضوع اصلی تحلیل‌ها و گزارش‌هایی که در این رسانه‌ها منتشر شده. خبرگزاری فرانسه با اشاره به همراهی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و مذاکره کننده سابق هسته‌ای در زمان امضای برجام نوشته که انتخاب مسعود پزشکیان روزن امید کوچک اما کم سابقه‌ای برای بهبود تنش‌های هسته‌ای ایجاد کرده، اما یادآوری کرده که حتی بعد از به دست گرفتن قدرت اون مقام اول تصمیم گیری درباره سیاست‌های هسته‌ای نخواهد بود، چون این مسئله همچنان در حوزه اختیارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. با وجود این دیپلمات‌های غربی به این خبرگزاری گفتند که پیروزی سعید جلیلی در مقایسه میتونست ضربه شدیدتری به چشم انداز بهبود وضعیت پرونده هسته‌ای ایران وارد کنه. روزنامه راستگرای یک تلگراف بریتانیا در مقاله‌ای با سرخط چیزی به عنوان رئیس جمهور میانه رو در ایران وجود نداره نوشته که نتیجه این انتخابات تغییر چندانی توی سیاست‌های ایران ایجاد نخواهد کرد. سردبیر دفاعی و روابط خارجی تلگراف می‌نویسه با در نظر گرفتن سابقه اسفباره رهبران به اصطلاح میانه رو ایران به شدت ساده انگارانه خواهد بود. اگر باور کنیم که انتخاب مسعود پزشکیان جراح سابق قلب تهران رو به اتخاذ رویکردی کمتر خصمانه در مقابل غرب هدایت خواهد کرد. اون معتقده انتخاب مسعود پزشکیان به حکومت ایران و رهبر جمهوری اسلامی ایران کمک خواهد کرد تصویر میانه روتری از خودش در جهان ارائه بده، اما در واقع تقریبا هیچ تأثیری بر تندروهایی نخواهد داشت که عملا کنترل سرنوشت کشور رو بر عهده دارند. نویسنده این مقاله با اشاره به دست بالای رهبر جمهوری اسلامی ایران در تصمیم گیری ها خطاب به سیاستگزاران دولت های غربی گفته باید در نظر داشته باشند احتمال اینکه آقای پزشکیان باعث هر گونه تغییر ملموس در رفتار خصمانه تهران بشه بسیار اندکه. خبرگزاری اینترفاکس روسیه با یوری لیامین پژوهشگر و کارشناس امور ایران مصاحبه کرده که معتقده با تغییر رئیس جمهور ایران نباید انتظار تغییر جدی به خصوص در سیاست خارجی رو داشت و ابراز اطمینان کرده که روابط تهران و مسکو هیچ تغییر نخواهد کرد. این تحلیلگر به وعده های آقای پزشکیان برای توجه به دیپلماسی و مذاکره برای رفع تحریم ها اشاره کرده، اما گفته که با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توی 6 ماه آینده این مسئله چندان به موضع اون که آقای پزشکیان باشه و به طور کلی موضع ایران در این موضوع بستگی نداره. آقای لیامین معتقده که با وجود مجلسی به شدت محافظه‌کار در ایران، کار رئیس جمهور آینده در عرصه سیاست داخلی دشوار خواهد بود، اما میگه حمایت‌هایی که از اون شده میتونه تا حدی فشار رو روی اون کمتر کنه. سرمقاله روزنامه السیاسه کویت با اشاره به وعده مسعود پزشکیان که گفته بود دولت اون دست دوستی رو به سوی همه دراز خواهد کرد نوشته که این وعده به معنای همکاریه، نه تحریک بیشتر، نه رجزخوانی برای اشغال پایتخت‌های عربی، نه تهدید گاه به گاه کشورهای عربی به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس که به ایران نزدیک‌ترند.
نه ادامه چالش جامعه بین المللی که مطمئن شده حکومت ایران تهدیدی برای امنیت و ثبات جهانیه. در همین راستا واکنش‌های جالبی از سمت سینا ولی‌الله مجری طنز پرداز سیاسی اجتماعی به سخنان برخی شخصیت‌های داخلی در واکنش به موضع انتخابات و مسعود پزشکیان منتشر شده که بسیار جنجالی و واکنش برانگیز شده. اون در پاسخ به صحبت‌های آقای جعفری پژوهشگر دینی که گفته بود پزشکیان مشکلات داخلی و خارجی رو با نهج البلاغه حل کنه گفته به بهترین راه حل برای حل مشکلات به خصوص مشکلات خارجی، اصلا خیلی ایده خوبیه. بس دیگه، دوران شکوفایی و پیشرفت و فناوری و علم و دیگه نمیدونم هوش مصنوعی و اینا دیگه بس. دوران دکتر دانشمند پرپکان خیلی دیگه این لوکوموتیو حرکت پیشرفتش و این علم و فناوری و اینا دیگه از همه جای ملت زد بیرون و اصلا اینقدر ما در اوج پیشرفت و شکوفایی باشیم ممکنه چشمون بزنه، اصلا خطرناکه. به نظر من یه مقدار حالا عقب‌گرد بد نیست که این میتونه قدم اول باشه. ما همیشه کشورمون بر پایه اصول علمی روز دنیا مدیریت میشده، الان وقتشه که یه مقداری سنتی تر برخورد کنیم. سینا در استوری دیگه در واکنش به صحبت‌های وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی که گفته بود اینکه میگن آرای دور اول ضرب در سه شده خرافه زدگیه گفته راست میگه دیگه، اینقدر درگیر خرافه زدگی نباشید. عدد و رقم و این ریاضی اینا همش خرافاته. بریم به فکر یک کار علمی باشیم، مثلا مهر داغ کنیم به چشمونین به پیشونیتون که بریم مستقیم بهشت. علمی سینا ولی‌الله در توضیح توییت آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی که نوشته بود به نسل زد دیساتون به جون ما، آدم عاقل به شما دیسبک نمیده، ستونها نازتون رو باید بخرن، بیایید با هم یه اکیپ شیم برای ایران، باید روابط لانگ دیستنس رو نزدیک کرد و کاتها رو دوباره جوش زد، اینطوری میشه رفاقت کرد و ایران رو ساخت. سینا در پاسخ گفته یه سری از دوستان پرسیده بودن چی نوشتی اینجا، منظور چی و هدف چی بود؟ نه هدف خاصی که نداشتم، هدف خاصی ایشون داشته که مثلا می‌خواسته با نسل نوجوان ارتباط برقرار کنه، اومده کلمات انگلیسی انداخته لای توییتش و که اینجوری ارتباط مستقیم‌تر و سریع‌تر برقرار میشه. بعد گفته رابطه‌مون لانگ دیستنس یعنی راه دوره. من گفتم که این توییتی که زدی بیشتر این رابطه لانگ دیستنس رو لینگ دیستنس کرد، یعنی وقتی لینک ها از هم فاصله میگیرن این باعث جه خوردگی و بعضا آفتاب لازم شدن هم میشه. از این جهت بود، منظور خاصی نبود پشتش. اون در استوری دیگه در واکنش به خبری که از عیسی زارپور وزیر ارتباطات منتشر شده و گفته از روز پنجشنبه چند مورد خرابکاری در شبکه داشتیم نوشته چهره عیسی یه جوریه که انگار ریده تو تنبونش و داره فکر میکنه معلومه یا نه. سینا در واکنش به صحبت‌های دبیر ستاد امر به معروف زنجان که گفته بود تمام نیکی‌ها در مقابل امر به معروف مثل قطره در برابر دریاست نوشت قطره در برابر فاضلاب منطقی تره ها. دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد بدرود.